بسم الله الرحمن الرحیم با آموزش کاربردی رفع انواع خطاهای برنامه نویسی در محیط متاتریدر در خدمت شما عزیزان هستم. قرار است در این دوره آموزشی مسیری رو با هم دنبال کنیم که در نهایت شما مخاطبین عزیز بتونین برنامه هاتون رو با سرعت و دقت بیشتری مورد بازنگری قرار بدین و در صورت وجود هر گونه خطا قادر به تشخیص و رفع اون خطاها باشید. برای اینکه در جریان مسیر پیاده سازی این دوره آموزشی قرار بگیرید، ابتدا من کلیاتی رو در خصوص چگونگی مسیر پیاده سازی دوره خدمت شما عزیزان عرض می کنم. در ابتدا به بررسی تعاریف اولیه، تاریخچه خطایابی و اشکال زدائی می پردازیم و در ادامه با روش برنامه نویسی شیگرائی و یا Object Oriented Programming آشنا می شیم. در این دوره آموزشی قصد نداریم روش برنامه نویسی شیگرائی رو به شما عزیزان آموزش بدیم و با این پیش‌فرض این دوره آموزشی رو ادامه میدیم که شما مخاطبین عزیز روش برنامه نویسی شیگرائی رو باهاش آشنایی دارید و ما میخوایم از دانسته‌های شما در جهت بهبود عملکرد و بازنگری برنامه‌تون استفاده کنیم. بعد از اینکه کلیاتی رو راجع به روش برنامه نویسی شیگرائی با هم دیگه مرور کردیم، وارد مسیر اصلی کارمون که بررسی انواع روش‌ها و راه‌حل‌های دیباگینگ یا اشکال زدایی هستش خواهیم پرداخت. در ادامه یک برنامه یا یک اکسپرت نوشته شده رو که دارای اشکالات متنوعی هستش رو با هم دیگه اصلاح میکنیم و در نهایت این برنامه رو به یک برنامه بدون خطا تبدیل میکنیم و در پایان هم کتابخانه های متنوعی رو ایجاد میکنیم که میتونن به عنوان ابزار ما در بررسی وضعیت اکسپرت ها، اندیکاتور ها و اسکریپت هامون مورد استفاده قرار بگیرن و سورس فایل های مربوط به این کتابخانه های ایجاد شده رو هم در اختیار شما مخاطبین عزیز قرار میدیم که بتونید از اونها در کنترل برنامه هاتون استفاده کنید. به عنوان اولین گام در ورود به بحث اشکال زدائی، لازم استش که ما تعریف اشکال یا باگ رو در معنای عام و معنای خاص بدونیم. اشکال یا باگ در لغت به معنای حشره هستش و در علوم رایانه اون رو به منزله نقص یا اشکال نرم‌افزاری می‌دونیم. این اشکال نرم‌افزاری از یک طرف می‌تونه باعث توقف عملکرد اجرای برنامه بشه و از طرف دیگه می‌تونه خروجی‌های نامتعارف و یا ناخواسته رو برای ما ایجاد کنه. پس وقتی که ما از اشکال در برنامه‌های نگاره شده صحبت می‌کنیم، هر دو وجه اون رو می‌تونه شامل بشه. اشکال زدائی و یا دیباگینگ در واقع مجموعه ای از فعالیت ها هستش که باعث اجرای برنامه ما با عمل کرده مناسب میشه. همونطور که در اسلاید قبل اشاره شد، ما امکان داره خروجی رو برای برنامه‌مون هم داشته باشیم، ولی با تصور ما و با نیاز ما این خروجی تطابق نداشته باشه و یا امکان داره اصلا برنامه ما کامپایل و یا توسط مفسر تفسیر نشه. هر کدوم از این ایرادها رو ما طی فرایند دیباگینگ و یا اشکال زدائی مورد بررسی قرار میدیم و اون رو رفع میکنیم. شاید این نکته برای شما جالب باشه که چرا از کلمه باگ و یا حشره به عنوان کلمه کلیدی یا آغازین برای بیان اشکال استفاده شده. دلیل اون این هستش که در سال 1947 مهندسانی که بر روی کامپیوتر مارک 2 به پیاده سازی برنامه نگارش شده خودشون میپرداختن، متوجه شدن که رایانه با مشکل جدی مواجه شده و امکان انجام محاسبات میسر نیست. بعد از بررسی های انجام شده مشخص شد که یکی از مدارها دچار اتصال کوتاه شده و این اتصال کوتاه باعث مختل کردن فرایند تجزیه و تحلیل توسط رایانه شده. در این بین خانم گریس هوپر که به عنوان اولین برنامه نویس زن شناخته میشه، یکی از اعضای تیم مذکور بود و عبارت دیباگ و یا حشره زدائی رو در اون لحظه برای رفع این مشکل استفاده کرد، چرا که وجود حشره ای در اون مدار باعث ایجاد اتصال کوتاه شده بود.
از اون زمان تا به امروز عبارت دیباگینگ و یا حشره زدایی به عنوان عبارت متعارف برای رفع خطا و یا نقص در برنامه‌ها در علوم رایانه مورد استفاده قرار می‌گیره. بعد از اینکه با کلیات و تعاریف اولیه و همچنین تاریخچه مبحث اشکال زدایی آشنا شدیم، لازم استش که انواع خطاهایی که در برنامه نویسی باش مواجه هستیم رو به صورت کلی تعریف کنیم تا در زمان بررسی کاربردی خطاهامون پیش زمینه ای در خصوص نوع خطای حادث شده داشته باشیم. به عنوان اولین خطا، خطای دستوری و یا سینتکس ارور رو ما داریم. این نوع خطا رو با نام خطای ساختاری و یا خطای نحوی هم میشناسن. یکی از متداول ترین خطاهای رخ داده در برنامه نویسی سینتکس ارورها و یا خطاهای دستوری هستند. در زبان محاوره میتونیم با حذف چند کلمه و یا رعایت نکردن گرامر دستوری خواسته خودمون رو به مخاطب منتقل کنیم، در صورتی که در برنامه نویسی حذف یک کاما، سمیکالن و یا یک نماد میتونه منجر به عدم اجرای برنامه بشه. پس یکی از نکاتی که ما باید در کار برنامه نویسی با دقت اون رو در نظر داشته باشیم، پیاده سازی دستورات، توابع و کلاس ها به همون شکل و شمایلی هستش که در مراجع قید شده. بعد از اون خطای تفسیر و یا کمپایلر ارور هستش. در اینجا زمانی که کد ما میخواد برای پیاده سازی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره، میبایست این کد توسط برنامه به زبان قابل فهم توسط ماشین تبدیل بشه. اگر ما در نگارش خطوطمون سینتکس اروری رو داشتیم، قطعاً خطای تفسیر رخ خواهد داد و برنامه ما با خطا مواجه خواهد شد. خطای دیگه‌ای که وجود داره خطای در حین اجرا و یا رانتایم ارور هستش. خطای در حین اجرا یک مرحله بعد از خطای کمپایلر صورت میگیره، چرا که امکان داره برنامه ما به لحاظ گرامری و یا دستور نگارشی موردی نداشته باشه ولی در زمان اجرا با خطا مواجه بشه. این خطاها میتونن بر اثر یک سری محاسبات ریاضی اتفاق بیفتن. به طور مثال امکان داره ما عبارتی رو بر صفر تقسیم کرده باشیم که کمپایلر اون رو به عنوان خطا قطعا تشخیص نمیده چون به لحاظ نگارش درست هستش ولی در اجرا با مشکل مواجه میشه، و یا به طور مثال ما میخوایم فایلی رو داشته باشیم که اطلاعاتی رو در روی اون ذخیره کنیم، اون فایل وجود خارجی نداره، و یا اینکه جایی که برای نگارش اون فایل مشخص میشه به صورت صحیح تعریف نشده باشه، و یا اینکه حافظه مورد نیاز برای انجام محاسبات با اندازه حافظه‌ای در دسترسمون تطابق نداشته باشه. همه اینها میتونن باعث رانتایم ارور و یا خطاهای در حین اجرا بشن. یکی از مهمترین خطاهایی که امکان داره رخ بده و برنامه نویسان رو با مشکل جدی مواجه میکنه خطاهای منطقی هستن. خطاهای منطقی یا لاجیک ارور خطاهایی هستن که نمودی رو نه در بخش خطاهای اجرا و نه در بخش خطاهای تفسیر دارن. برنامه به درستی اجرا شده ولی زمانی که ما خروجی ها رو داریم مرور میکنیم متوجه میشیم که این خروجی ها با منطقی که ما میخواستیم برای برنامه تعریف کنیم تطابق نداره. به همین دلیل میبایست برنامه‌مون رو مجدد مورد بازنگری قرار بدیم. در این حین نگارش تمیز و یا صحیح کدها بسیار مهم هستش که فرایند دیباگینگ و یا خطایابی و اشکال زدایی بتونه به درستی انجام بشه. خطاهای دیگه هم وجود دارن که از دست خطاهای فرعی هستن. پس ما خطاهای دستوری، خطاهای تفسیر، خطاهای اجرا و خطاهای منطقی رو جزء 4 دسته اصلی میدونیم و بعد از اون خطایی رو با نام خطای منبع داریم. خطاهای منبع یا ریسورس ارورز در واقع خطاهایی هستند که ما برای اجرای صحیح نرم افزارمون به اون منابع احتیاج داریم. به طور مثال ما فایلی رو ایجاد کردیم و میخوایم اون رو برای چاپ به چاپگر ارسال کنیم ولی امکان اتصال به چاپگر وجود نداره، و یا قرار استش که برای پردازش از حافظه جدیدی استفاده کنیم که دسترسی به اون حافظه میسر نیستش، و یا هر گونه ارتباطی که از طریق برنامه ما با محیط خارج نیاز باشه و اون نیاز فراهم نشه به عنوان خطای منبع ازش یاد میکنیم.
خطاهای واسط و یا اینترفیس ارورز خطاهایی هستند که به واسطه عدم تطابق نیازمندی مبدع و مقصد رخ میده. برای اینکه ما بتونیم این خطا رو روشن‌تر بیان کنیم، با یک مثال میتونیم اون رو توضیح بدیم. فرض کنید میخواییم از API و یا یک رابط استفاده کنیم و داده‌هایی رو از محیط برنامه خودمون به سمت سروری خاص هدایت کنیم. اگر که داده‌های ما با نوع ورودی که در اون سرور مشخص شده هماهنگی نداشته باشن، با اینترفیس ارور مواجه هستیم. پس برنامه ما مورد خاصی نداره، اجرای اون هم با مشکلی مواجه نشده، ولی با توجه به اینکه ما نتونستیم ورودی‌های مورد نیاز سرورمون رو به درستی براش ارسال کنیم، برنامه ما در اجرا با خطا مواجه شده. تا به اینجا ما کلیاتی رو در خصوص خطاهای متداول در برنامه نویسی، تاریخچه و تعاریف با همدیگه مرور کردیم. در درس آینده به بررسی روش برنامه نویسی شیگرا خواهیم پرداخت. در درس گذشته به بررسی تاریخچه، ویژگی‌ها و تعاریف خطایابی و اشکال زدائی پرداختیم. در این درس شیگرایی رو توضیح میدیم و اینکه اصول برنامه نویسی شیگرایی بر چه پایه‌های استوار هستش. شیگرایی در واقع تمرکز بر اشیاء به جای توابع و منطق برنامه هستش. در روش برنامه نویسی شیگرایی اصل رو بر معرفی شی انجام میدیم و در نهایت ویژگی‌ها، متدها، روش‌ها، توابع و هر آنچه را که برای تشریح و بیان عملکرد و ساختار شی نیاز هستش به اون تخصیص میدیم. دلیل ایجاد چنین روش برنامه نویسی به واسطه نگاه یا نوع پردازش مغز به پدیده ها هستش. ما ابتدا شی، انسان یا پارامتری رو در نظر میگیریم و بعد ویژگی های مورد نیاز خودمون رو به اون تخصیص میدیم. به طور مثال ما برای بیان یک موجود زنده مثل سگ نیاز داریم یک سری ویژگی‌ها رو برای اون توی ذهنمون تعریف کنیم. اینکه قد، وزن و نوع غذای این موجود زنده چه هستش و چه عملکردهایی رو داره، به طور مثال میتونه بدوه، میتونه بازی کنه، میتونه تغذیه کنه، و اینکه نامش چی هست رو از جمله پارامترها، توابع و خصوصیاتی میدونیم که اونها رو در یک کلاس مبنا و یا یک قالب و ساختار مبنا تعریف کردیم. پس ما در روش برنامه نویسی شیگرایی ابتدا شیئمون رو تعریف میکنیم و بعد به واسطه نیازمندیمون توابع و ویژگی های مختلفی رو به اون تخصیص میدیم. اصول برنامه نویسی شیگرا بر چهار پایه استوار هستش. ابتدا انتزاع و یا ابستراکشن هست، بعد از اون فرایند کپسول سازی یا اینکپسولیشن، سپس اصل وراثت، ارث بری و یا اینهریتنس رو داریم و در نهایت اصل چند ریختی و یا پلیمورفیسم رو. پس ما در روش برنامه نویسی شیگرایی برای اینکه بتونیم قابلیت‌های مورد نیازمون رو برای اون شیء خاص تعریف کنیم، از ابزارها و اصولی استفاده می‌کنیم که هر کدوم از اونها ما رو در معرفی شیئمون و تخصیص ویژگی‌ها و توابع مورد نیاز یاری می‌کنند. به عنوان اولین اصل، اصل انتزاع و یا ابستراکشن رو داریم. برای اینکه اصل انتزاع رو توضیح بدم، یک مثال ساده رو با هم مرور می‌کنیم و بعد از اون ویژگی‌های اون رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. ما زمانی که می‌خوایم از یک وسیله نقلیه استفاده بکنیم، نیازی نیست که چگونگی عملکرد اون وسیله نقلیه رو بدونیم. لازم نیست که روش انتقال نیرو به چرخ‌های اون رو بلد باشیم. صرفاً باید بدونیم که این وسیله برای حرکتش به چه سوختی نیاز داره و چه زمانی ما میبایست این کار سوخت رسانی رو انجام بدیم.
پس برای ما که به عنوان یک استفاده کننده اتومبیل داریم نیازمون رو مطرح میکنیم، صرفاً لازم هستش که اطلاعات کلی راجع به سوختی که مورد نیاز هست و اینکه چه زمانی آب ماشین رو باید کنترل کنیم کافی هستش تا اینکه بتونیم از اون وسیله استفاده کنیم. پس اصل انتزاع در واقع به ما میگه ما برخی از ویژگی‌های غیر ضروری رو در تعریف سیستممون باید حذف کنیم. به طور مثال در تصویری که ملاحظه میکنید، ما برای اینکه بتونیم یک سری از وسایل حمل و نقل رو توضیح بدیم کافی هستش که اون رو بر اساس طبقه بندی که مورد نیازمون هست دسته بندی کنیم. ما در اینجا وسایل نقلیه رو با دو بخش مجزای وسایل چرخدار و بدون چرخ دسته‌بندی کردیم که منظورمون هم صرفاً ذکر کردن یک قایق موتوری در کنار وسایل نقلیه چرخدار هستش. پس با این تعریف کلی ما برخی از ویژگی‌های غیر ضروری رو از بین بردیم. علاوه بر اون خلاصه سازی و تمرکز بر مفهوم و عملکرد رو ما داریم، چرا که با این تقسیم بندی که صورت گرفته به راحتی میتونیم نوع نیاز خودمون رو مطرح کنیم و اینکه ما با دوچرخه میخوایم مسافتی رو طی کنیم و یا اینکه با یک نمونه ماشین که این ماشین میتونه از نوع سدان و یا از نوع سواری باشه. پس با این مسیری که ما در پیش گرفتیم، علاوه بر حذف برخی ویژگی ها و تمرکز بر مفهوم و عملکردی که مورد نیازمون هستش، ساده سازی و خانایی رو در برنامه‌مون ایجاد کردیم. به جای اینکه بیایم اجزای داخلی سیستم رو تشریح کنیم، به بیان نیازمندی خودمون میپردازیم و بعد از این اگر خطایی در محتوای برنامه‌مون رخ بده، به راحتی این خطا قابل رصد کردن و دنبال کردن هستش و سرعت تجزیه و تحلیل و دیباگینگ یا اشکال زدایی ما افزایش قابل توجهی پیدا می‌کنه. اصل دوم که برای ما بسیار حائز اهمیت هستش، اصل کپسول سازی یا اینکپسولیشن هست. همونطور که در اسلاید شماره 6 با هم دیگه ملاحظه کردیم، برای معرفی جاندار یک سری ویژگی ها و توابع رو که بیانگر خصوصیات و عملکرد اون سگ بود رو مشخص کردیم و همه اونها رو در قالب یک کلاس پیاده سازی کردیم. در اینجا هم اگر به تصویر مقابل دقت کنید، ما ویژگی ها رو با نام های وریبل، اتریبیوت و یا خصوصیات در کنار متدها قرار میدیم و این روش ها، پروسیجر ها و متغیر ها رو همه در قالب یک کلاس تعریف میکنیم. مثل این هستش که ما یک غشای حفاظت کننده رو برای تعریف منابعمون در نظر گرفتیم و سیستم تخصیص دهی که در اینجا صورت گرفته همه در قالب یک فضای بسته هستش. این نوع تعریف باعث میشه که فرایند اشکال زدایی ما بسیار سریع انجام بشه، چرا که اگر خطایی در بخشی اتفاق بیفته لازم نیست تمام برنامه مورد تجزیه و تحلیل و آنالیز قرار بگیره، بلکه با توجه به ایجاد یک غشای حفاظت کننده به راحتی میتونیم با بررسی متدها و متغیرهای اون کلاس به خصوص مشکل رو پیدا کنیم و در پی رفع اون بر بیاییم. یکی دیگه از اصولی که برای برنامه نویسی شیگرا میتونیم ازش استفاده کنیم، اصل وراثت، ارثبری و یا اینهریتنس هستش. این اصل بسیار در ساده سازی و تسریع ویژگی ها و خصوصیات از والد به مولود به ما کمک میکنه. به طور مثال همونطور که در شکل ملاحظه میکنید، ما یک کلاس رو با نام انیمال و یا حیوانات تعریف کردیم و زیر مجموعه این کلاس اشیاء مختلفی رو تعریف می‌کنیم و اونها رو مورد بررسی قرار می‌دیم. زمانی که این اتفاق می‌افته، ما لازم نیست تمام ویژگی‌ها و خصوصیات رو برای هر شیء به تفکیک تعریف کنیم. به طور مثال تمامی حیوانات و پرندگانی که در این تصویر ملاحظه می‌کنید دارای دو چشم هستند. کافی هستش که ویژگی چشم رو به عنوان ویژگی مادر یا والد تعریف کنیم و بعد از اون به هر کدوم از اشیاء اون ویژگی رو تخصیص بدیم و یا
تمامی این حیوانات و پرنده موجود در این دسته‌بندی دارای دم هستند. این ویژگی رو هم میتونیم به عنوان ویژگی والد تعریف کنیم و اون رو به مولودهای مختلف تخصیص بدیم و در کنار اون برای هر مولود هم میتونیم ویژگی‌های خاص خودش رو تعریف کنیم. پس اصل وراثت باعث میشه یک سری از ویژگی‌های تکراری رو چه در صفات یا وریبل و چه در عملکرد و یا متدها و پروسیجرها مورد استفاده قرار میگیرن رو میتونیم از دوباره تعریفشون جلوگیری کنیم و در نهایت اصل پلیمورفیسم یا چند ریختی که با استفاده از اون میتونیم یک روش عمومی با ورودی‌های متفاوت رو داشته باشیم که این کار باعث ایجاد قابلیت تعمیم پذیری و انعطاف پذیری میشه. برای اینکه اصل چند ریختی یا پلیمورفیسم رو بیشتر راجع بهش صحبت کنیم میتونیم به تصویری که در این اسلاید وجود داره مراجعه کنیم. ما میدونیم که هر کدوم از وسایل نقلیه برای تکمیل ساختار خودشون نیاز به یک فرمون دارن. این فرمون رو میتونیم به عنوان یک ویژگی و یا متغیر اصلی تعریف کنیم و بعد در کلاس‌های مختلف که کلاس‌های منشعب شده از کلاس اصلی هستند خصوصیت خاصی رو به اون تخصیص بدیم. به طور مثال ما میتونیم فرمان برقی، فرمان الکتروهیدرولیکی، فرمان هیدرولیکی و یا فرمان دستی یا مکانیکی داشته باشیم و یا شبیه توضیحاتی که در اصل وراثت به اونها پرداختیم میتونیم در زمانی که میخوایم خصوصیات والد رو تعریف کنیم برای تعریف بینی از یک ویژگی یا اتریبیوت کلی استفاده کنیم و بعد به طور مثال برای فیل اون رو با نام خرطوم خطاب کنیم، برای پرنده از نوک یا منقار استفاده کنیم و بقیه گربه‌سانان رو با ویژگی مخصوص به خودشون خطاب کنیم. پس اصل چند ریختی یا پلیمورفیسم عملاً میتونه در تکمیل اصل قبلی که اصل وراثت بود مورد استفاده قرار بگیره و به جای اینکه ما مجبور باشیم برای هر مولود ویژگی خاصی رو از ابتدا تعریف کنیم میتونیم ویژگی والد یا مادر رو با استفاده از اصل چند ریختی پیاده سازی کنیم و باعث تعمیم پذیری بیشتر و انعطاف پذیری برنامه‌مون بشیم. پس با بیان این چهار ویژگی اصلی که در برنامه نویسی شیگرایی به اون اشاره شد ما میبینیم که این روش برنامه نویسی چقدر میتونه قابلیت‌های دیباگینگ یا اشکال زدایی ما رو بالا ببره و به بررسی کاربرد چگونگی خطایابی در روش برنامه نویسی شیگرایی خواهیم پرداخت. اولین درس از فصل دوم آموزش رفع انواع خطاهای برنامه نویسی به روش شیگرایی در متاتریدر رو آغاز می‌کنیم. در فصل گذشته به بررسی تاریخچه و ویژگی‌های چگونگی رفع انواع خطاها پرداختیم. علاوه بر اون روش برنامه نویسی شیگرا رو تعریف کردیم و چهار اصل اساسی رو که این روش برنامه نویسی بر اون مبنا پایه ریزی شده بود رو برای شما مخاطبین عزیز مورد بررسی و بازنگری قرار دادیم. در این درس قرار است که در خصوص خطاها و اشکالاتی که هر برنامه نویس در قدم اول با اون مواجه هست بپردازیم و اونها رو با همدیگه بررسی کنیم. قبل از ورود به بحثمون لازم استش مخاطبین عزیز در نظر داشته باشند که این دوره با فرض آشنایی شما با روش برنامه نویسی شیگرایی در MQL5 پیاده سازی میشه. در واقع با این تصور این آموزش رو پی میگیریم که شما عزیزان دوره‌های اکسپرت نویسی و اندیکاتور نویسی رو مورد مطالعه قرار دادین و برای یادآوری مفاهیم برنامه نویسی میتونین به آموزش اکسپرت نویسی با زبان MQL4 و 5 دوره های مقدماتی و تکمیلی، همینطور دوره آموزشی اسکریپت نویسی و اندیکاتور نویسی که در فرادرس موجود هستش مراجعه کنید و دانش و آگاهیتون رو در این زمینه برود رسانی کنید. به عنوان اولین قدم ما وارد محیط متا ادیتور میشیم، نویگیتور و یا بخش دسترسی به فایل ها و پوشه های اونها رو
فراخونی میکنیم و شروع به نگارش یک اسکریپت میکنیم. به همین منظور از برگه فایل، نیو فایل یا فایل جدید رو انتخاب میکنیم. دکمه رادیویی اسکریپت رو علامت گذاری میکنیم و دکمه نیکست رو با استفاده از موس انتخاب میکنیم و نام فایل رو کامن دیباگ در نظر میگیریم، به معنی خطایابی های متداول و معمولی که میشه در محیط متا ادیتور انجام داد. با فشردن دکمه فینیش یک اسکریپت برای ما ایجاد میشه. در ابتدا یک سری دستورات پیش پردازنده وجود داره و بعد از اون ما تابع داخلی و اصلی آن استارت رو شاهد هستیم. اولین قدم در مسیر خطایابی کامپایل کردن و یا تفسیر یک زبان سطح بالا که خوانایی اون توسط کاربر انجام میشه برای نرم افزار که از طریق تبدیل کدها از یک زبان سطح بالا به زبان سطح پایین صورت میگیره انجام میشه. پس ما در ابتدا از دکمه کامپایل استفاده میکنیم. همونطور که میبینید در پنجره‌ای که در بخش تحتانی متا ادیتور ایجاد میشه با پیغام زیرو ارورز و زیرو وارنینگز مواجه هستیم. در واقع این اسکریپتی که در اینجا ایجاد شده هیچ گونه خطا و اخطار یا هشداری رو برای ما ایجاد نکرده. پس به عنوان اولین قدم در انجام فرایند خطایابی و اشکال زدایی و یا دیباگینگ میبایست برنامه‌مون رو به زبون ماشین تبدیل کنیم که این تفسیر از طریق فشردن دکمه کامپایل صورت میگیره. برای شروع کار ما لازم استش که یک متغیر رو معرفی کنیم. به طور مثال متغیری رو از نوع اینتیجر معرفی میکنیم، نام اون رو وریبل ای قرار میدیم و از دکمه کامپایل برای تفسیر اون استفاده میکنیم. میبینیم که برنامه ما با خطا مواجه شده، چرا که یک سمیکالن مورد نیاز بوده که در انتهای خط نگارش بشه. پس ما تا اینجا یکی از متداول ترین خطاهای موجود در زبان برنامه نویسی MQL5 رو با هم دیگه مرور کردیم و اون هم قرار دادن سمیکالن در انتهای کدهای دستوریمون هستش که معمولاً مورد غفلت قرار میگیره. پس ما سمیکالن رو در انتهای معرفی متغیرمون از نوع اینتیجر یا عدد صحیح قرار میدیم و بعد مجدداً فایلمون رو کامپایل میکنیم. میبینیم که خطایی در نگارش این کد وجود نداره ولی با یک وارنینگ و یا اخطار مواجه شدیم. یک برنامه نویس میبایست هم به ارورها و هم به وارنینگ ها توجه ویژه داشته باشه. زمانی که عملیات تفسیر برای پلتفرم انجام میشه، در صورتی که این تفسیر بدون خطا همراه باشه، برنامه قابل اجرا هستش و زبان ماشین قابلیت کد کردن اون برنامه رو برای استفاده در محیط متا تریدر خواهد داشت. ولی یک برنامه نویس میبایست به وارنینگ ها هم توجه کنه، چرا که وجود هر وارنینگ، اخطار یا هشدار میتونه در نهایت منجر به یک خطا در منطق و یا پیاده سازی برنامه‌مون بشه. در اینجا ما متغیری رو از نوع عدد صحیح معرفی کردیم ولی هیچ مقداری رو به اون تخصیص ندادیم. به همین خاطر variable not used رو به عنوان هشدار به ما نشون میده و زمانی که ما این متغیر رو معرفی میکنیم قطعاً در الگوریتم برنامه این انتظار رو داشتیم که متغیرمون رو در جایی ازش استفاده کنیم، یا به دلیل فراموشی و یا تغییر در الگوریتم پیاده سازی برنامه‌مون ما این پارامتر رو در نظر نگرفتیم و اون رو از محاسباتمون خارج کردیم. به همین دلیل میبایست این موضوع مورد بررسی قرار بگیره و در صورتی که نیاز به حذف متغیر تعریف شده داریم اونو از محتوای نگارش شده برنامه‌مون خارج کنیم. برای رفع این مشکل من مقداری رو به متغیر وریبل A اختصاص میدم، اون رو برابر با 10 در نظر میگیرم. کامپایل میکنیم، میبینیم که مورد خاصی نداره. اگر من بخوام معرفی رو به این شکل انجام بدم که پرانتز باز 10 به علاوه 2 و کامپایل کنم، میبینیم که باز با پیغام خطا مواجه شدیم. دلیل مواجه شدن با یک
چون این خطایی این هستش که ما انتهای مقدار تخصیص داده شده در خط موجود رو میبایست با پرانتز میبستیم که این کار انجام نشد و با پیغام خطا مواجه شدیم. پس یکی از مشکلاتی که در زمان معرفی پارامترها باید به اون توجه کنیم قرار دادن پرانتز در ابتدا و انتهای عبارتی هست که میخواییم اون رو معرفی کنیم و یا تعداد پرانتزهایی رو که داریم تعریف میکنیم باید باز شده ها و بسته شده هاش با هم دیگه برابر باشه. همونطور که ملاحظه میکنید به ما پیغام داده که پرانتزی وجود داره که در ابتدا اون رو ندارید و یا یک پرانتزی که مکمل اون وجود نداره ملاحظه شده. پس ما مجدد پرانتز رو قرار میدیم، کامپایل میکنیم و میبینیم که مشکل حل میشه. مشکل بعدی که میتونه اتفاق بیفته این هستش که من متغیری رو معرفی کنم و مقداری رو به اون تخصیص بدم شبیه وریبل A که اون رو به طور مثال برابر با 15 قرار میدم. کامپایل میکنیم میبینیم که با پیغام undeclared identifier مواجه شدیم. در زبان برنامه نویسی MQL 5 میبایست قبل از اینکه عملیات تخصیص دهی مقدار رو به متغیرمون انجام بدیم حتما نوع متغیرمون رو معرفی کنیم. در غیر این صورت با پیغام خطا مواجه میشیم. مثال دیگه ای رو با هم دیگه مرور میکنیم. من در ابتدا یک متغیر رو معرفی میکنم، نام اون متغیر رو وریبل وان قرار میدم، مقداری رو که میخوام به اون تخصیص بدم در این خط مشخص نمی کنم. بعد از اون متغیر دیگه ای رو از نوع بولین یا منطقی معرفی می کنم، نامش رو سابمیت میذارم و مقدار اون رو از نوع ترو قرار میدم و بعد یک شرط رو کنترل می کنیم با این مضمون که اگر مقدار سابمیت برابر بود با ترو یا مقدار صحیح یک خط رو برای ما اجرا کنه و اون هم این هستش که وریبل وان رو که تعریف کردیم براش مقدار 12 رو در نظر بگیره. کامپایل میکنیم. همونطور که ملاحظه میکنید با مشکل مواجه شدیم و 3 تا خطا و یه دونه وارنینگ گرفتیم. دلیلش هم این بود که ما در زمانی که میخواییم شرط رو معرفی کنیم میبایست شرطمون رو درون پرانتز قرار بدیم. پرانتز ابتداییش رو گذاشتیم، پرانتز انتهایی رو فراموش کردیم و این پرانتز رو در انتهای دستور شرطیمون قرار میدیم. باز نکته رو که باید در اینجا بهش توجه کنیم این هستش که در انتهای دستورهای شرطی ما نیاز به سمیکالن نداریم. کامپایل میکنیم میبینیم که کد به درستی اجرا شد و با در نظر گرفتن جایگاه پرانتزها و همینطور عدم درج سمیکالن در انتهای دستور شرطی تونستیم بدون وارنینگ و بدون ارور اسکریپتمون رو به انتها برسونیم. با توجه به اینکه سمیکالن میبایست در انتهای بررسی شرط موجود در دستور شرطی انجام بشه، باز زمانی که ما سمیکالن رو گذاشتیم امتی کنترل استیتمنت رو به ما داد، به این معنی که اینجا میبایست یک خروجی رو برای کنترل شرطمون در نظر میگرفتیم که این کار انجام نشد. پس سمیکالن رو از این بخش پاک میکنیم، مجدد کامپایل میکنیم، میبینیم که فایل به راحتی و درستی بدون ارور و وارنینگ اجرا میشه. خطای متداول دیگه‌ای که امکان داره رخ بده رو در اینجا با هم دیگه شروع به نمایشش می‌کنیم. برای این کار من یک متغیر از نوع بولین رو مشخص می‌کنم، ا رو برابر با ترو قرار میدم و یک متغیر دیگه از نوع string یا رشته با نام b اون رو برابر با علی قرار میدم. همونطور که مطلع هستین میبایست متغیر رشته ای رو در دو تا دبل کوتیشن قرار بدیم و ما متغیرهامون رو در تابع اصلیان start معرفی کردیم. کامپایل میکنیم میبینیم که با دو خطا مواجه شدیم. اولا انتهای برنامه ما مشخص نیست که کجاست و آکولادی که باز شده معادلش آکولاد بسته شده وجود نداره، پس باید دقت کنیم زمانی که تابعی رو ایجاد می‌کنیم و یا از تابعی می‌خوایم استفاده کنیم حتما آکولاد ابتدا و انتهاش رو داشته باشیم و به صورت مکمل این دوتا آکولاد باید وجود داشته باشن. ایراد دیگه‌ای که می‌تونه وجود داشته باشه این هستش که به طور مثال من یک متغیر رو از نوع float تعریف می‌کنم
و مقدار اون رو برابر با حاصل ضرب دو عدد قرار میدم. سمیکالن رو هم یادم هست که در انتهای خط قرار بدم. کامپایل میکنیم میبینیم که sum operator expected رو به ما با پیغام خطا نمایش میده. ما یادمون رفته که اینجا از عملگر ضرب استفاده کنیم، پس باید حواسمون باشه عملگر یا نمادی رو که قراره بین اعدادمون بذاریم حتما در جای خودش قرار بدیم. خطای متداول دیگه‌ای که معمولاً باش مواجه هستیم به این شکل صورت میگیره که به طور مثال من یک متغیر رو با نام مالتیپلای تعریف میکنم، برابر است با تابع مالتیپلایر مقدار 10 رو در اون قرار میدم. لازم هستش که تابع مالتیپلایر که از نوع اینتیجر هستش رو در خارج از محدوده تابع اصلیم تعریف کنم، پس مالتیپلایر رو کپی میکنم، کنترل سی، کنترل وی، دو تا متغیر رو، یک متغیر با نام A از نوع اینتیجر و متغیر بعدی هم با نام B اون هم از نوع اینتیجر. یادم باشه که آکولاد هام رو به صورت باز و بسته داشته باشم و چیزی که قراره برای من برگردونه حاصل ضرب A در B هستش. یادم هست که حتما سمیکالن رو در انتها قرار بدم. نیاز به پرانتز همینجا نیست. کامپایل میکنم. ایرادی که در بخش ترمینال به من نشون میده این هستش که پارامترهایی که میبایست به عنوان پارامترهای ورودی مالتیپلایر معرفی کنی ایراد داره، چرا که ما دو پارامتر ورودی رو نیاز داشتیم و شما در اینجا یک پارامتر رو مشخص کردی. پس من 10 و 12 رو مشخص میکنم. کامپایل میکنیم ببینیم که به راحتی اجرا میشه. پس به این نکته حتما باید دقت کنیم، ما وقتی که یک تابع رو تعریف میکنیم آرگومان ها و یا پارامترهای اون حتما باید به گونه ای فراخونی بشه که در معرفی تابع منظور شده. خطاهایی رو که بررسی کردیم با عنوان خطاهای دم دستی یا common error هستن. برای اینکه بتونیم لیست خطاهای مختلف رو داشته باشیم وارد MQL reference میشیم، از اونجا وارد content و MQL file reference رو دنبال میکنیم تا به بخش constant enumeration and structure برسیم. مقدار من این فضا رو بزرگتر میکنم. همطور که ملاحظه میکنین codes of errors and warning رو در اینجا داریم. ما یک سری کدها مربوط به trade server return code هست که زمانی که برنامه نگارش میشه و اطلاعاتی رو ما نیاز است به سرور بفرستیم به هر دلیلی امکان داره سرور نتونه پاسخگو باشه و کدهای مختلفی رو میتونه به ما برگردونه. trade red code recode، trade red code reject، trade red code cancel و مجموعه ای از خطاها رو ما در اینجا ملاحظه میکنیم. علاوه بر اون یک سری وارنینگ ها و یا اخطارها رو ما میتونیم از سمت کامپایلر دریافت کنیم که با کدهای 21, 22, 23 و توضیحاتش رو هم که ملاحظه میکنیم تمامی وارنینگ ها رو میتونیم در اینجا ملاحظه کنیم. در زمان کامپایل کردن هم با ارورهایی امکان داره مواجه بشیم که لیست تمام اون کدها به همراه دیسکریپشن یا توضیحاتشون رو در این قسمت میتونیم داشته باشیم و در نهایت رانتایم ارور که ارورها یا خطاهای مربوط به زمان اجرا هستش که لیست کامل اونها رو شما در اینجا ملاحظه میکنید. در درس آینده بخش دیگه ای از خطاها رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد.